همیهنان گرامی، من حسین مهری هستم و برنامه برگی از تاریخ رو اجرا می کنم که در آن آقای امینی، محمد امینی، کارشناس و پژوهشگر تاریخ و جامعه ایران به پرسش های اساسی به خصوص یک دو سده اخیر درباره ایران پاسخ می گویند. همیهنان عزیز، دو هفته پیش آقای امینی و بنده وعده کردیم که به نقش آیت الله کاشانی و برخی دیگر از روحانیون سرشناس در براندازی دولت زنده‌یاد دکتر محمد مصدق بپردازیم، به ویژه در پرتو اسناد جدید وزارت خارجه آمریکا و پاره ای از اسناد که گواهی بر همکاری کاشانی و بهبهانی با سازمان سیا در آن دوره است. این رو هم بررسی می‌کنیم. البته در برنامه هفته گذشته که من به قول آقای امینی شوربختانه حضور نداشتم، آقای امینی اشاره‌ای کردند و بران شدیم که این وعده رو که آقای امینی دادند در هفته آینده به جای آوریم که درست شامگاه 25 مرداد است و آغاز آن سه روز طوفانی 1332 که سرانجام به براندازی دولت مصدق و دستگیری او از سوی نخست وزیر جانشین او فضل الله زاهدی انجامید. برنامه امروز رو به بررسی برخی از جنبه‌های کمتر شناخته شده انقلاب مشروطیت خواهیم پرداخت. جناب آقای امینی، درود بر شما. خیلی درود و زیب فراوان بر شما. ما چند روز از 111 سالگرد انقلاب مشروطه، فرمان مشروطه در واقع گذشته، چون انقلاب مشروطه رو همه با فرمان مشروطه میشناسند و این است که بجاست که در این مورد با هم گفتگو کنیم. و همون گونه که گفتید، اگرچه من در هفته گذشته که شما شوربختانه تشریف نداشتید، به جنبه هایی از دخالت کاشانی و دیگران در ماجرای 28 مرداد پرداختم، هفته آینده به درازا به اون خواهیم پرداخت. ولی امروز رو همون گونه که گفتید به رشته جنبه های شاید کمتر شناخته شده مشروطه بپردازیم. آقای امینی، شنونده‌ای پرسیدن که آیا 13 مرداد سالگرد فرمان مشروطیت یا 14 مرداد، که این 14 مرداد هر سال در عصر پهلوی و همچنین در جمهوری اسلامی رسما ثبت شده و از آن گفتگو می‌شود. این بیننده گرامی درست میگند. در همه دوران رضا شاه و محمد رضا شاه و سپس در دوره جمهوری اسلامی، 14 مرداد رو به عنوان سالگرد مشروطه، جشن مشروطه پاس میدارن. البته در دوره کنونی که چیزی از مشروطه به جای نگذاردن که ارج اون رو به جای بیاورن، ولی به هر روی این 14 مرداد رو به رسمیت میشناسن. درست همین است که باید گفت این نامه همیهن گرامی هم اشاره کرده بود که من این نامه رو همون گونه که شما دریافت کردید، من هم دریافت کردم. چند هفته پیش بود. بله. در اشاره کرده بود به این که زنده‌یاد احمد کسروی 13 مرداد رو این سالگرد شناخته. این درسته، به این معنا که ببینید در اون دوران تاریخ‌های جلالی یا تاریخ‌های خورشیدی هنوز رسمی نشده بود و تاریخ رو بر تحریم قمری رقم می‌زدند. فرمان مشروطه در پای فرمان مشروطه هم آمده. 16 جمادی الثانی 1324 قمری است. می شود 13 فروردین.
احمد کسروی همین رو حساب کرده و به درستی گفته 13 فروردین، ببخشید 13 مرداد. ولی 13 در فرهنگ ما، در فرهنگ بسیاری از کشورها روز خوبی نبوده و از این 13 میگذشتند. این است که آمدن و 14 کردن، درست 13 هست، یعنی روز فرمان مشروطه 13 مرداد هست. ولی امروز در تاریخ شناخته شده که 14 مرداده و من و شما و دیگر هممیهنان برای یک روز درگیری نباید داشته باشیم، بیشتر باید به دنبال ارزش های مشروطه باشیم. ولی درست همین است که 16 جمادی الثانی 1324 قمری 13 مرداد می شود. آقای امینی، یک همیهن دیگه پرسیدن که من دانشجوی فوق لیسانس تاریخ در یک از دانشگاه های ایران هستم، با اینکه بیشتر کتاب های پیرامون مشروطیت رو خواندم اما بلا تکلیف ماندم که آیا روحانیون دوران مشروطیت رو باید دشمن مشروطه خواند و هوادار یا هوادار مشروعه، یا اینکه اصولا چنانکه کسروی گفته است آخوند خراسانی و سیدین مورد ستایش او هستند به عنوان کسانی که با مشروطه همراه بودند، و در عین حال می نویسد که ملایان دشمن مشروطه بودند. آیا مشروطه می توانست به این سرعت و با اندک خونریزی بدون حمایت سه مجتهد بزرگ موفق شود؟ اشاره ایشان به سه مجتهد بزرگ نجف هست که از مشروطه پشتیبانی کردند. و نکته ایشان هم کاملا درست است. ببینید جناب مهری، جامعه روحانیون یا روحانیان شیعی در ایران از سه گروه در واقع شکل گرفته بود. یکی اونهایی که مجتهدان و بلندپایگان این ساختار بودند، یعنی اونهایی که درجه اجتهاد داشتند، مرجع تحلیل بودند، و شمار اونها در آستانه انقلاب مشروطه کمتر از شاید 10 بود. سپس میاییم پایین‌تر، روحانیان تراز اول شهرستانها و تهران، و پایین از اونها در این هرم روحانیت در ایران طلاب و روحانیان پایین تر جامعه روحانیت در اون هنگام. اینها منافع اقتصادی، سیاسی، اجتماعی مشترک نداشتن و بر پایه اون آنچه که به اون باور داشتن یا به اون نیاز داشتن رفتار میکردن. بیشتر روحانیان تراز اول ایران مجتهدان مرجع در نجف و عتبات میزیستند، در کربلا، در نجف و در کاظمه. 3 از اینها در نجف بودند که پشتیبان مشروطه شدند، و بیشتر اینها هم تحت تاثیر کاری بودند که تحت تاثیر کوششی بودند که فردی به نام کواکبی که یک روحانی ایرانی تبار ولی اهل سنت، اهل سوریه بود، کتابی نوشته بود درباره اینکه می توان میان مدرنیته اروپا و اسلام پیوند زد. آقای ناینی آمد اون کتاب معروف خودش رو در مورد مشروطه نوشت که مقدمه ای هم بر این کتاب آخوند خراسانی نگاشت. این آخوندها در اون هنگام آخوندهای بلندپایه، بیشتر آنها بر این باور بودند که شاید مشروطه به سود اونها باشد و اونها بتوانند در سپهر سیاست ایران تأثیر بگذارند. و یکی از اونها که یزدی نام داشت در کاظمه میزیست و شاگرد او و پیرو او آقای نوری در تهران بود، نوری معروف که اعدام کردند، اینها مخالف مشروطه بودند. بنابراین یک شکافی در میان بلندپایگان روحانی شیعی در اون دوره ایران به وجود آمد که بیشتر بلندپایگان مانند آخوند خراسانی از مشروطه پشتیبانی کردند با اون برداشتی که از مشروطه داشتند.
و جالب اینجاست که ما اسناد اینک در دست داریم که آخوند خراسانی چندان گرایشی به اینکه روحانیان در سیاست به طور روزانه دخالت بکنند نداشت و معتقد بود که باید اندرزگوی دولت بود، مانند بسیاری از روحانیان شیعه پیش از این دوران که خودشون رو اندرزگوی دولت، مصلحت اندیش دولت می دانستن. وضعیت در شهرستان ها متفاوت بود. در تهران آخوند بزرگی آقای نوری که بلند پایه ترین روحانی ایران به شمار می آمد، شیخ فضل الله، او مخالف مشروطه بود و بسیاری از روحانیان شهرستان ها هم با کاهش قدرت خودشون در پناه مشروطه مخالف بودند. بنابراین هنگامی که کسی مانند کسروی از ملایان سخن میگوید، از این ملایان شهرستان هاست. مثلا در تبریز که کسروی 16 ساله بوده هنگامی که فرمان مشروطه صادر میشه و سپس درگیری درباره مشروطه به وجود میآید، اساسا ساختار روحانیان شیعی این شهر مخالف مشروطه بودند و دشمن آزادی به شمار می آمدند و این در بیشتر شهرهای ایران درست بوده. اینجا و اونجا بودند کسانی که از میان روحانیان روشنبین یا به گفته اون زمان منور الفکر که تا حدودی پشتیبانی می کردن از مشروطه، ولی بیشتر روحانیان درجه دوم، یعنی اون گروهی که در شهرستان ها در ایران دارای نفوذ بودند، دشمن مشروطه بودند. و هنگامی که کسروی از ملایان سخن میگوید، منظور و مراد او همین ملایان شهرستان ها هستند. اینها ضرورتا تابع فرمان مجتهدان نجف نبودند. یکی از ویژگی های ساختار آیین شیعی در این است که هر آخوندی که به جایگاه اجتهاد یا به جایگاه ویژه‌ای در میان پیروان خودش برسد، خودش رو مستقل از این ساختار احساس میکنه. ساختار روحانیان شیعی مانند کلیسای کاتولیک نیست که بر بالای اون یک پاپ نشسته باشه و همه فرمان او رو ارج بدارن. این تنها در دوره جمهوری اسلامی است که به یک بار آقای خمینی تمام این ساختار رو به هم ریخت و گفت یک ولی فقیه بر همه چیز چیره است و از جمله بر فرمان اجتهاد مجتهدان، و این پیشتر وجود نمی داشت. دسته سوم که طلاب و روحانیان پایین این جامعه باشند، روستازاده بودند، مردم بخت برگشته و ناتوان و فقیر و گرفتاری بودند که گمان می کردند مشروطه به اونها زندگی تازه خواهد بخشید و خیلی از اونها در راه این مشروطه جانفشانی می کردند. و بنابراین درست این است که بگوییم که در دوران انقلاب مشروطه ساختار روحانیان شیعی در ایران دو پاره شد. گروهی از اونها به پشتیبانی از مشروطه برخواستند و گروه گسترده‌ای از اونها به دشمنی از مشروطه. و این است که کسروی در نگاه به تاریخ آدم‌های هوادار مشروطه رو یاد می‌کنه، ولی گروه گسترده‌ای از این آخوندها رو به نام ملایان که مله های شهرها و شهرستانها و روستاها بودند نام میبره که اینها دشمن مشروطه بودند، و این ارزیابی هم درست است. ممنونم آقای امینی. در یک مصاحبه رادیویی فرموده بودید که هواداری روحانیون نجف از مشروطه خواهان اگرچه صدور فرمان مشروطیت رو و همچنین برانداختن محمد علی شاه رو شتابان کرد، اما پیامدهای ناگوار ماندگاری در سپهر سیاست ایران داشت. جناب مهری، ما در فرهنگ مشروطه با یک جنبش نیرومند روشنفکری محدود در سپهر اندیشه های سکولار رو برو بود، بسیار محدود. گروه اندکی از ایرانیانی که رفته بودند و فرنگ رو به قول اون زمان دیده بودند،
با اندیشه های دنیایی آشنا شده بودند، قانون مداری و قانون گذاری زمینی، و این اندیشه رو به ایران آوردند. حاج سیاح، مستشارالدوله تبریزی، میرزا ملکم خان، آخوندزاده و دیگران، و سپه سالار که خب در درون دربار بود، صدر اعظم ناصرالدین شاه بود، اینها موضوع قانون رو به فرهنگ ایران وارد کردن. واژه مشروط هم از همین قانون برخواسته، یعنی همون شخط فرانسه است که به عثمانی رفته و در عثمانی واژه رو برگرداندن، عربی کردن، مشروطه کردن، و این مشروطه همون شاخت یا چارت انگلیسی، شاخت فرانسه و چارت یا قانون در فرهنگ اروپایی است. این وارد فرهنگ ما شده. این گروه، گروه اندکی بودند، گروه گسترده‌ای در این زمینه بودند. خیلی از اینها باور داشتند که برای اینکه این قانونگرایی رو به کرسی بنشانند، هم باید شهریار، پادشاه و شاهزادگان رو، میرزایان درباری رو به سوی خود بخوانند و قانع کنند، و هم گروهی از آخوندها رو قانع کنند که این قانون مداری و قانون گذاری مخالف دین نیست. مستشارالدوله تبریزی کتابی نوشت در اون هنگام به نام یک کلمه، که پاره ای از بندهای قانون اساسی فرانسه و اعلامیه حقوق شهروندی فرانسه رو برداشت و اینها رو با قرآن، آیات قرآنی تطبیق داد و گفتش که ما هم می توانیم مانند فرانسه تابع قانون باشیم. آدمی مانند میرزا ملکم خان که ارمنی زاده بود، مسیحی زاده بود و پدر او مسیحی اصفهانی بود و او مسلمان شده بود، او هم بر این باور بود که برای اجرای قانون در ایران باید شاه و روحانیان رو به سوی خود کشید. آخوندزاده با این دیدگاه مخالف بود. آخوندزاده معتقد بود که آخوند و دین در برابر مدرنیته ایستاده است و برای اینکه مدرنیته در ایران بارور شود، باید با دین و با آخوندها درافتاد. این یه دیدگاه خیلی ویژه رادیکالی بود که آخوندزاده داشت. البته آخوندزاده در ایران نبود، بنابراین میتوانست با پرخاش بسیار رادیکالی این مسئله را مطرح کنه، و به راستی هم آخوندزاده باید گفت پدر مدرنیته ایران بود، یعنی اندیشه های مدرن رو بیش از هر کسی این آخوندزاده مطرح میکرد و یک تأثیر ویژه‌ای در اندیشه آدم هایی که مهره های اصلی مدرنیته و مشروطه ایران شدند به جای نهاد. اما واقعیت این است که در اون دوران ما با یک جامعه بسیار مذهبی رو برو هستیم، و از این رو بسیاری از پایه‌گذاران اندیشه مدرن در ایران و کسانی که در سودای ساختن یک ایران مدرن بودند به این پیامدها می‌اندیشیدند. فراموش نکنیم یکی از بزرگترین شخصیت‌های مدرن سازی ایران سپهسالار بود که کمتر به او پرداختیم. ما امیرکبیر رو برجسته کردیم در تاریخ ایران، ولی سپهسالار رو که به داوری من کارهایی که انجام داد، پیامدهای ماندگارتری از امیرکبیر داشت، آنچنان ارج ننهادیم. فراموش نکنیم این سپهسالار که دست ناصرالدین شاه رو گرفت و برد به عتبات و از آن سوی هم برد به اروپا، هنگامی که بی‌مهراس در میان روحانیان ایجاد کرده بود، ملا علی کنی، آخوند بزرگ تهران که دارای نفوذ بسیار زیادی بود، تلگراف به ناصرالدین شاه زد که این نخست وزیر رو اگر صدر اعظم رو اگر به تهران بیاوری، هنگامی که از سفر اروپا باز میگشت، ما تاج از سر تو برخواهیم داشت. و ناصرالدین شاه از بیم و هراس این واکنش ملا علی کنی، سپهسالار رو در رشت نهاد و او رو والی مازندران و گیلان کرد. یعنی این چنین نفوذ روحانیان در اون هنگام در ایران بود. بنابراین در دوران مشروطه خیلی ها به این میاندیشیدن، و به همین دلیل هم هنگامی که گروهی از روحانیان شیعی مانند آخوند خراسانی، ناینی، مازندرانی و دیگران به پشتیبانی از مشروطه برخواستند، بسیار
خوشنود شدند، برای اینکه این درگیری روحانیان در انقلاب مشروطه به سود مشروطه بود. اما فراموش نکنیم این شرکت اونها در مشروطه بر پایه یک انگیزه ای بود. اونها گمان میکردند که با کاهش قدرت پادشاه این مجلس مشروطه مجلسی خواهد بود که روحانیان در اون نفوذ خواهند داشت، و این پیامد پر از گرفتاری هم داشت، به این دلیل که مشروط خواهان هم به اونها باج میدادند و میپذیرفتند. انقلاب مشروطه یک انقلاب سکولار نبود، یک جنب و جوش بسیار برجسته برای گسست از تاریخ گذشته ایران ایلیاتی بود. موضوع مذهب موضوع اساسی نبود، بلکه پایان دادن به قدرت مطلق پادشاه ایلی در اون هنگام، پیش از اون ناصرالدین شاه و سپس مظفرالدین شاه، یعنی قاجارها. این به موضوع اساسی تبدیل شده بود. به موضوع دین کمتر نگاه می‌کردند و تفسیر می‌کردند که شاید دین بتواند راهگشای این گونه آزادی‌ها در جامعه هم باشد. آقای امینی، به داوری شما بزرگترین گرفتاری و برجسته‌ترین عامل یا عواملی که به ناکامی مشروطه خواهان انجامید چه بود یا چه ها بود؟ اجازه بدید که پیش از اینکه من به این بپردازم، به یک نکته دیگری که یکی از هممیهنان برای من و شما فرستاده برای همین برنامه، به این پاسخ بدم، چون گمان میکنم که دارای ارزشی باشد این پرسش، و شاید نکته تازه‌ای در پاسخ دادن به این پرسش ما بتوانیم بیابیم. اون این است که ببینید، روحانیان شیعی از مشروطیت پشتیبانی کردند و بدون پشتیبانی اونها شاید فرمان مشروطه به این شتاب صادر نمی شد. شاید بدون پشتیبانی آنها محمد علی شاه نمی توانست، یعنی محمد علی شاه ناتوان نمی شد تا این اندازه، و برانداختن او به این آسانی ممکن نمیگردید. فراموش هم نکنیم که پس از افتادن محمد علی شاه، یک دادگاه انقلابی در تهران تشکیل شد که رهبر اون یک آخوند بود، یک مجتهد بود، و اونها در واقع شیخ فضلالله نوری رو محاکمه کردند و حکم اعدام او رو صادر کردند. اما پیش از اون ما قانون اساسی و متمم قانون اساسی رو داشتیم. چه گرفتاری در این موضوع وجود می داشت؟ پشتیبانی آخوندها از انقلاب مشروطه، مشروط خواهان رو وامدار کرد به آخوندها، یعنی ملاحظاتی انجام می شد، و به همین دلیل هم در نوشتن قانون اساسی و در نوشتن متمم قانون اساسی امتیازهایی به رهبران دینی داده می شد. من چند نمونه از این رو خدمت شما می گویم. جای گفتگو نیست که اصل اول و اصل دوم متمم قانون اساسی که در دوران محمد علی شاه نوشته شده بود، امتیازی بود که به شیخ فضل‌الله نوری داده بودند. به ویژه اصل دوم متمم قانون اساسی در مورد اینکه 5 نفر از روحانیان همواره بر هرچه در مجلس میگذرد نظارت داشته باشند، مانند همین شورای نگهبان است. اصل رو طوری نوشته بودند که هیچگاه اجرا نتواند بشود. برای شما میخوانم. لحاظا رسما مقرر است در هر عصری از اعصار، هیئتی که کمتر از 5 نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند، به این طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقدیر شیعه، اسامی 20 نفر از علما را که دارای صفات مذکوره باشند معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند، و 5 نفر از آنها یا بیشتر به مقتضای عصر
اعضای مجلس شورای ملی بر اتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده به سمت عضویت بشناسند. ببینید نوعی که این رو نوشته بودند برای این است که اجرا نشود، چون علمای اعلام و حجج اسلام نمی توانستند 20 نفر رو پیدا کنند، چون نفر 21 می گفت من هم مجتهدم، من هم حجج اسلامم. و سپس کدام حجج اسلام، کدام مجتهد حاضر است حق خودش رو درباره اعلام، یعنی حق اجتهاد خودش رو در فتوا و دیگر مسائل واگذار به قرعه مجلس بکند؟ نمایندگان مجلسی که اینها برگزیده ملت بودند دست کم از نقطه نظر ظاهری. اما این وامداری یا وام داشتن به روحانیون در پشتیبانی اونها از مشروطه تأثیر خودش رو در بسیاری از دیگر بندهای قانون اساسی و متمم قانون اساسی و ویژه نهاد. مثلا اصل پانزدهم متمم قانون اساسی، هیچ ملکی را از تصرف صاحب ملک نمیتوان بیرون کرد مگر با مجوز شرعی و آن نیز پس از تعیین و تعدیه قیمت عادله. اصل 18 تحصیل و تعلیم علوم و معارف و صنایع آزاد است مگر آنچه شرعا ممنوع باشد. ببینید این بندی که میگوید مگر آن که شرعا ممنوع باشد مخالف قانون است. قانون که نمیتواند بیاید و بگوید که قانونگذاری زمینی است. نمایندگان ملت میتوانند قانون بگذارند در مورد تحصیل و تعلیم و علوم و معارف و صنایع، اما آنچه که شرعا ممنوع باشد نمیتواند اجرا بشود. اصل 21 انجمنها و اجتماعاتی که مولد فتنه دینی و دنیوی و مخل به نظم نباشند در تمام مملکت آزاد است، ولی مجتمعین با خود اسلحه نباید داشته باشند. تا اینجا درست. و ترتیباتی را که قانون در این خصوص مقرر می کند باید مطابقت نمایند. اجتماعات در شوارع و میدان ها و چیز نظمی باشند. ولی ببینید در همون بند اول می گوید که اینها تولید کننده فتنه دینی و دنیوی نباشند. اصل 26 که بسیار بسیار زیباست، یعنی اصل 26 تمام اصلهای دیگر رو کنار نهاده. قوای مملکت ناشی از ملت است، نه ناشی از آخوندها. برای این پارادوکس ها و تضاد های قانون اساسی و متمم قانون اساسی که اصل 26 به آشکارا میگوید قوای مملکت ناشی از ملت است، طریقه استعمال آن قوا را قانون اساسی معین می نماید. اما اصل 71 دیوان عدالت عظما و محاکم عدلیه مرجع رسمی تظلمات عمومی هستند به قضاوت در امور شرعیه با عدول مجتهدین جامع و شرایط است. اصل 83 تعیین شخص مدعی العموم، یعنی دادستان کل کشور، با تصویب حاکم شهر در عهده پادشاه است. یعنی پادشاه این رو تعیین میکنه ولی حاکم شهر باید امضا بکنه، توشیح بکنه، قبول کنه که این آدم دادستان خوبی است، مدعی العموم است. نشان میدهد که بر قانون اساسی ایران یک گرد شرعی پاچیده شده، یک نوع بیمحراسی از آخوندها به وجود آمده. و این چرایی رو حتما در ادامه در این گفتگو با هم دنبال خواهیم کرد. ولی واقعیت این است که انقلاب مشروطه با همه برجسته بودن این انقلاب و دستاوردهایی که برای جامعه ایران داشته، نتوانسته گریبان خودش رو از شرعیات رها بکنه و تا حدود زیادی گرفتار مفاهیم شرعی و نفوذ آخوندها در جامعه بوده. ممنون آقای امینی. یه پرسشی که به نظر من تا کنون پاسخی ندادن به آن این است که آیا درست این که ناکامی های انقلاب مشروطه بوده است که کودتای 1299 رو و سپس
به پادشاهی رسیدن رضا شاه رو ممکن ساخت و به قول برخی ناگزیر ساخت. جناب مهری، برای اینکه به این پرسش پاسخ بدهیم باید ببینیم که زمینه ناکامی های انقلاب مشروطه چه بوده. یعنی ما بدون بررسی گرفتاری های انقلاب مشروطه نمیتوانیم به این پرسش بسیار بسیار مهم شما پاسخ بدهیم. به داوری من، ما سه عامل رو میتوانیم به عنوان برجسته ترین عوامل در ناکامی های انقلاب مشروطه برشماریم. نخست این که ما مانند اروپا عصر مدرنیته نداشتیم، یعنی دوران مدرنیته ما با عصر روشنفکری، عصر روشنگری روبرو نبود. روشنفکریگری و روشنگری، یعنی ما مدرنیته داشتیم ولی مدرنیته ما، پیش درآمد مدرنیته ما یک دوران روشنگری نبود. اگر ما بخواهیم شمار کسانی رو که در این پرورش اندیشه‌ای در ایران پیش از مشروطه جایگاه برجسته‌ای داشتند برشماریم، شاید 20 نفر رو هم نتوانیم نام بیاوریم. تمام اندیشه های اروپایی ویژه اون زمان مانند اندیشه های دکارت خلاصه می شد در کاری که ملا لاله‌زار کرده بود در رساله دکارتیه، محدود، منشی یهودی سفارت فرانسه، یا اینجا و اونجا کارهایی که آدم هایی که با اندیش های بابی آشنا شده بودند یا جنبه شورشگری نسبت به ارزش های دینی داشتند در زمینه ارائه اندیش های نو به جامعه ایران انجام داده بودند. کارهایی که مستشار دوله تبریزی کرد، محدود، همون یک کلمه، یا آخونزاده و سپس طالبوف، و به ویژه آدم هایی که اصلا روشنفکر به شمار نمی آمدند، مانند سفرنامه هایی که سیادنامه ابراهیم بیک، که آدمی که اون رو نوشته بود اصلا از شمار روشنفکران مشروط خواب نبود، ولی این سیادنامه در آوردن اندیشه های آزاد و فکر نو در جامعه ایران تأثیر نهاد. اما ما با عصر روشنگری روبرو نبودیم. ما دوران 200 ساله رو نداشتیم که در اون روشنگران به راستی جامعه ایران را تکان داده باشند. ما با جامعه بسیار فقیر و تهی از دانش و بیسواد روبرو بودیم که تنها در برخی از شهرهای ایران به ویژه در تهران پاری از اندیشه‌های نو مطرح میشد. زندیا تغیزاده نکتی رو مطرح کرده، بسیار بسیار درست است، میگوید میزان پیشرفت یک کشور رو باید بر پایه شمار چاپخانه های اون رقم زد. یعنی شما در کشوری که در آستانه انقلاب مشروطه 3-4 تا چاپخانه بیشتر ندارید و در کشورهای اروپایی 400-500 هزار چاپخانه موجود هست، نشان میده تا چند از این کشور پیشرفته است. ما در آستانه انقلاب مشروطه، پیش از انقلاب مشروطه، روزنامه مستقل درون ایران نداشتیم. روزنامه های آزادی خواه بیرون از ایران به چاپ می‌رسید. پس از مشروطه است که روزنامه‌ها به چاپ رسید و روزنامه‌های مانند سور و اسرافیل و دیگران به جایگاه بلندی رسیدند. ما عصر روشنگری به این معنا نداشتیم. دومین گرفتاری بزرگ مشروطه و ناکامیان، بیدانشی و کمدانشی کسانی که در بنای ساختار مشروطه درگیر بودند با اندیشه قانون و مشروطه بود، با اندیشه مدرنیته بود. آدم هایی به نخست وزیری می رسیدند که پیشتر صدر اعظم دوران استبداد بودند. آدم هایی وزیر عدلیه می شدند، وزیر دادگستری، که هیچ آشنایی با عدالت، با حقوق نداشتند. 16 فرمان فرما وزیر عدلیه شد، آدمی که معتقد بود که اگر عدلیه میخواهد او رو، در یه مورد دیگری گفته بود که عدلیه او رو حکم کرده بود که به عدلیه بیاید، گفت عدلیه پیش ما بیاید. بیشتر آدم هایی که در جایگاه وزیری بودن اصلا با کار دولتی آشنا نبودن.
همین فرمان فرما هنگامی که وزیر عدلیه شد فکر میکرد که وزارت عدلیه یعنی که چوب و فلک را بیاندازه و در امارت عدلیه اون زمان ده فلک میکرد، یعنی چوب میزد، شلاق میزد کسانی که متهم شده بودند. یکی از آدم هایی که در همین دوران به عنوان نمونه خدمت شما، آصف الدوله، این آدم والی خراسان بود و متهم شده بود به اینکه شهروندان ایران رو به ترکمان ها فروخته، گروهی از دختران بلوچ رو به ترکمان ها فروخته و او رو آوردن و زندانی کردند در همین دوران وزارت عدلیه مشروطه خواهان. مشروطه خواهان نه، نه در مشروطه خواهان، بلکه دورانی که شازده فرمان فرما وزیر عدلیه بود. بعد وزارت به هم خورد، کسی دیگری وزیر شد. این آدمی که در زندان بود به اتهام فروختن شهروندان ایرانی به ترکمان ها شد وزیر داخله، یعنی از ولایت خراسان به وزارت داخله رسید از زندان. خب این نشان میدهد که در اون هنگام ما با یک ساختار ناتوان کسانی که میخواستن این مشروطه رو بسازند روبرو بودیم، بسیار ناتوان. انگوش ما کسانی رو داشتیم که با ارزش‌های قانون و حقوق و مدرنیته آشنا بودن. اما سومین عامل ناکامی مشروطه که در واقع کمر مشروطه رو شکست، اجازه نداد که ما این رو تمرین کنیم، دخالت خارجی بود و به ویژه دخالت دولت روسیه. روسیه دشمن مشروطه بود، روسیه دشمن آزادی در ایران بود، امروز هم هست. روسیه دخالت در دوران مشروطه کرد، پشتیبانی کرد از محمد علی شاه در به توپ بستن مجلس، سپس پشتیبانی کرد از لشکرکشی محمد علی شاه به ایران، سپس لشکر به ایران کشید و تهدید کرد و مجلس مشروطه رو تعطیل کرد. بنابراین شما همه این عوامل رو که کنار هم بنهید ببینید که ما با یک بحران و ناکامی اساسی روبرو هستیم. حالا برگردیم به پرسش که شما مطرح کردید. پوزش میخوام که اینقدر زمینه سازی بلندی رو کردم. خواهش. فرمودید که آیا به داوری شما آمدن رضا شاه ناگزیر بود؟ من بر این باور هستم که ما در 1299 خورشیدی، 14 سال پس از فرمان مشروطه، به جای رسیده بودیم که ناامنی داخلی، جنب و جوش هایی که در گوش و کنار ایران برای جدا ساختن بخش های از ایران در گرفته بود، خزعل در خوزستان، اسماعیل های سینکو در کردستان و غرب آذربایجان و بسیاری گروه های دیگر، شیرازه کشور رو به راستی مورد خطر قرار داده بودند و مردم شاید به این نتیجه رسیده بودند، بسیار از روشنفکران، که راهی جز یک دولت مقتدر در ایران وجود نداره. ایرادی که به احمد شاه گرفته می شد در این بود که احمد شاه پادشاه قدرتمندی نیست، در حالی که تمام موضوع انقلاب مشروطه این بود که پادشاه قدرتمند نباشد. جامعه در تب‌وتاب امنیت می‌سوخت و بسیاری از روشنفکران مشروطه خواه به این داوری رسیده بودند که به یک دولت نیرومند مرکزی نیازمندند و رضا شاه پدیدار شد. رضا شاهی که هیچ پیوندی با مشروطه نداشت. تنها پیوندی که رضا شاه با مشروطه داشت این بود که در اون دوران از سوی فرمان فرما و معاصر کنندگان تبریز به عنوان یکی از قزاقان برای مبارزه و جنگ با ستارخان و باقرخان رفته بود، هیچ آشنایی با مشروطه نداشت. اما یک آدمی بود که این پیام رو به جامعه میرسانید که یک قدرت و نیروی مرکزی توانا میخواد ایجاد کنند. این است که بله، بسیاری از نیروهای مشروطه خواه، شخصیت هایی که از جنبش مشروطه برخواسته بودند، در پیرامون رضاخان، هنوز رضا شاه نشده بود، حلقه زدند. و اگر شما نگاه کنید به پروژه هایی که در دوران رضا شاه در 5 سال نخستین پادشاهی او به اجرا رسید، میبینید که این پروژه ها مسببه های مجلس اول و دوم و سوم مشروطه است و از این رو بسیاری
به این جریان پیوستند، از این پشتیبانی کردند. ارزیابی شما درست است، یا ارزیابی دوستانی که این رو مطرح می کنند که فراز رضا شاه به قدرت پیامد بنبست هایی است که مشروطه آفریده بود و جامعه ایران با اون گرفتار شده بود. بالاخره آقای امینی بعد از 111 سال که از صدور فرمان مشروطیت میگذره و بعد از 40 سال حکومت دینی، آیا چیزی از مشروطیت، از ارزش‌های مشروطیت باقی مانده است، زنده است؟ بسیار. انقلاب مشروطه تنها یک انقلاب سیاسی نبود. مشروطه یعنی جنبش مشروطه خواهی در ایران تنها برای قانونگرایی نبود که سرانجام نهادینه شد در جامعه و هنوز هم همین دولت و حکومت متجاوز به قانون ناچار است که از راه قانون، ظاهرا از راه قانون، کار خودش رو به کرسی بنشانه. ارزش و جایگاه برجسته انقلاب مشروطیت در این بود که یک انقلاب فرهنگی در کشور ما ایجاد کرد، یک گسست تاریخی نسبت به هزار سال پیش از مشروطه به وجود آورد. انقلاب مشروطه گسست از سامان ایلیاتی، فرمان روایی ایلیاتی در تاریخ ایران بود. ما در تاریخ ایران با دو نهاد کهن روبرو بود، نهاد دین و نهاد ایلیاتی. این دو فرمان روایی ایران رو در دست داشتن، با هم پیوند و روابط داشتن. مشروطه به یکی از این دو بحران پایان داد، یعنی ساختار ایلیاتی رو در جامعه ایران به پایان رساند. در فرمان روایی تا پیش از مشروطه همه دولت های پس از دوران اسلامی، پس از سده سوم به این سوی، دولت های ترکمان تبار و ایلیاتی در ایران بودند. مشروطه به این پایان داد و حکومت رو در ایران حکومت غیر ایلیاتی کرد. به یک چیز پایان نداد و اون جایگاه دین در سپهر سیاست ایران است. ظاهرا دولتی که در ایران شکل گرفت پس از مشروطه دولت سکولار بود، ولی این دولت سکولار وامدار به دین بود. انقلاب اسلامی یک گوشزدی بود به این جامعه ایران که یکی از این دو ستونی که جامعه ایران رو در این تنگنا نگه داشته هنوز پای برجاست، یعنی ستون دین. ما به ستون حکومت ایلیاتی پایان دادیم و فرهنگ تازه‌ای رو در جامعه ایران ایجاد کردیم، ولی این ستون دین که در جامعه ایران، به این معنا نیست که ما با دین مخالفیم، ستون دین در سپهر سیاست پای بر جای ماند و دولت‌های پس از مشروطه وامدار به او و همچنان باج بده به او بودند. و این است که در جنبش اسلامی که به پیدایش جمهوری اسلامی انجامید، ما امروز با ماندگاری این ستون بازمانده، این نهاد بازمانده از دوران پیش مدرن ایران روبرو هستیم. ما اگر بتوانیم به این نهاد هم پایان بدهیم، ما راه رو برای مدرن کردن ماندگار جامعه ایران خواهیم گشود و این کاری است که در بیشتر جنبش‌های رادیکال و انقلابی دنیای پیشرفته همزمان انجام شد. یعنی به این نهادهای ماندگار از دوران پیش مدرن همزمان پایان دادن. ما تنها به یکی از اونها پرداختیم و اون ساختار ایلیاتی جامعه ایران بود و گمان کردیم، تصور کردیم که به نفوذ ساختار دینی هم در ایران پایان دادیم. چنین نبود. واقعیت این است که سکولاریزم ایران که از دل مشروطه بیرون آمد، حکومت قانون که از دل مشروطه بیرون آمد، دستاورد بزرگی برای جامعه ایران بود، اما همچنان تابع پاره ای از ارزش‌های دینی در جامعه بود. کوشش‌هایی هم که در دوران رضا شاه انجام شد برای کاهش نفوذ روحانیان، کوشش‌های از بالا بود، در حالی که کوشش برای کاستن نیروی دینی در سپهر سیاست در جامعه باید کاری از پایین باشد، کار روشنفکرانه باشد.
و این کاری بود که اجازه پرداختن به اون داده نشد. ببینید، ما در کشوری که کسروی اجازه انتشار کتاب نداشت، صادق هدایت کتابهاش منتشر نمیشد، کتابهای دینی به چاپ میرسید. من مخالف چاپ کتاب‌های دینی نیستم، ولی چرا کارهای کسروی، صادق هدایت یا منتقدان به دین نباید منتشر بشود؟ بنابراین مشروطه پیامدهای بسیار بسیار ماندگاری داشت که برجسته ترین اونها در سپهر فرهنگ ایران بود. فرهنگ ایران رو دگرگون کرد، ایران رو وارد دوران مدرنیته کرد. اما یک چرخ در این کاروان کوشش برای مدرنیته، یک چرخ در واقع نداشت، و اون چرخ به راستی ساختن یک ایران مدرن سکولار. بسیار ممنونم آقای امینی عزیز، امیدوارم که در تحقیقاتتون همچنان پیش بروید. ممنونم از همیهنانی که به این برنامه ها توجه دارند و با سپاس از آقای امیر کارگردان برنامه. شب و روزتون خوش.